سلام، اینجا پلاتو و ما با کلی خبر جدید همراه شما هستیم. خبر امروز در مورد پرده برداری از رابطه مهراد جم و دنیا جهانبخته. اما قبلش اگر دوست دارید از جدیدترین اخبار هنرمندان و بازیگران ایرانی مطلع بشید، ما رو سابسکرایب کنید و اگر این زنگوله رو بزنید اولین نفری خواهید بود که از اخبار روز سلبریتی ها آگاه میشید. از شما هم که با لایک و کامنت هاتون ما رو حمایت میکنین بسیار سپاسگزاریم. امروز برابر با 30 مهر ماه 1399 خبری در اینستاگرام دست به دست میشه که به تیتر یک خبر سلبریتی ها تبدیل شده. مهراد جم و دنیا همزمان فیلمی رو در اینستاگرام منتشر کردن که توی ماشین خیلی خوشحال و شاد و عاشقانه تو بغل هم در حال خوندن آهنگ تو شدی همه دنیام مهراد جم هستن. اول دنیا این پست رو منتشر میکنه که سرش رو روشونه مهراد جم گذاشته و بعد مهراد هم زیر این پست توی کامنت ها در جواب دنیا می نویسه My World. بعد مهراد جم هم پستی با تصویر دنیا منتشر می کنه که دنیا در جوابش نوشته I love you و به این روش رسماً دو نفری اعلام می کنن که عاشق هم شدن. البته شایعه مهاجرت مهراد جم و ارتباطش با دنیا چند وقتیه که توی فضای مجازی به وجود اومده، ولی امروز با انتشار این پست این خبر دیگه در حد یک شایعه نیست و رسما از طرف دو نفر رابطهشون علنی شده. دنیا جهانبخت که تو حاشیه سازی در اینستاگرام مشهوره و با خیلی ها رل زده تا بتونه فالوور جمع کنه، این بار با مهراد جم به اینستاگرام برگشته تا بتونه به تعداد فالووراش اضافه کنه، ولی بعد از انتشار این پست ها واکنش های زیادی در فضای مجازی منتشر شد. مسعود جهانی که به عنوان آهنگساز با مهراد جم همکاری داره این پست رو منتشر میکنه و مینویسه بیلیاقت نمک نشناس، دو ماه پیش کلن از زندگیم حذف شدی، الان ثابت کردی که درست حذف شدی، واسه روزای خوبی رو نمیبینم، شما قوانین کشورمون رو شکوندی، شما دل ما رو شکوندی، شما قلب هوادارات رو شکوندی، زحمت همه اونایی که برات وقت تو عمر و مال و جوونیشون رو گذاشتن به هدر دادی، شما دین و دنیا تو با هم فروختی، نخواستی به هیچ وجه از تصمیمت صرف نظر کنی، تموم پلها رو خراب کردی، نباید میذاشتی که اینطور بشه و شد، من فردی به اسم شما تو زندگیم نخواهد بود، دیدار به قیامت. اما دنیا هم در جواب این واکنش تند مسعود جهانی اول استوری هایی از تبریک دوستاش میذاره و بعد در یک استوری دیگه فیلمی از خوندن مهراد جم رو منتشر میکنه و مینویسه شما بودید عاشق نمیشدید، ماهی تو دریا نهنگ میشه. بعد دوباره این استوریو میذاره که روی پایان مهراد جم زبدر کشیده و از شروع دوباره مهراد میگه و مینویسه که تازه قراره مهراد جم استعدادها شکوفا بشه، منتظرش باشین، و بعد متنی رو منتشر میکنه و خبر میده که بله الان 5 ماهه که ما با هم ارتباط داریم و توی این مدت من شاهدم که دوستاش چقدر به اون کنایه میزدن و او برای خوشحالی طرفداراش همه ی تلاشش رو میکرده. او در این استوری نوشت مهراد این چند روز روزای سختی رو گذروند، همه جور حرف و کنایه ای شنید، هنوز جای خنجرهای اسبش زده دوستاش خوب نشده بود که دیشب برای چندمین بار شاهد پشت کردن رفیقا و دوستنماهای اطرافش شد، زبدر قرمز روی صورت و اسم قشنگش با کپشنی به عنوان تمام شدن مهراد جم. بله شاید بجبار دور شد از گرمای محبت هوادارای داخل کشورش، توی این 5 ماهی که توی زندگی شم از نزدیک می دیدم که شبانه روز با عشق و پشتکار چجوری شب و روز کار می کرد که بتونه هواداراشو خوشحال کنه. در واقع اولین چیزی که در زندگی هنریش واسش ارزش داشت و داره کانون هواداراشه. خواستم به عنوان کسی که الان نزدیکترین آدم زندگیشم بگم که مهراد جم یه عروسک کوکی نبوده که یه گروه بتونن هر وقت دلشون خواست کوکش کنن و هر وقت تصمیم بگیرن باتریشو در بیارن و روش یه زبدر بزنن و بگن تو دیگه تموم شدی. نه، مهراد جم یک هنرمنده، یک استعداد، صداش، حنجرش و توانایی‌هاش باهاشه. هر جای این دنیا که باشه عاشق کشور عزیزمون ایرانه و طبیعتاً هیچ لحظه‌ای براش ارزشمندتر و عاشقانه‌تر از اون لحظه‌ای که روی استیج ایران برای هواداراش از نزدیک میخونه نیست. پس اگر امروز دور شده از وابستگی‌ها و شما و خانواده و کشورش، بدونید که گروهکی با نقاب دوست و پشتیبان داشتن هنر، شخصیت، استعداد و انسانی به نام مهراد جم
جهنم رو تموم میکردن و از اونجایی که خدا دوستش داره تونست نجات پیدا کنه تا بتونه هنوز واسهتون عاشقانه بخونه و شما باز هم با موزیکاش خاطره های جدید بسازید و جا داره از همه ی هواداره واقعیش تشکر کنم.